اشکان صفایی از اورشلیم ما را همراهی میکنه تا درباره جزئیات روز دوم آتش‌بس و تبادل گروگان‌ها با زندانیان اسرائیل فلسطینی برای ما بگه. اشکان، خب پریسا، گزارش ها در مورد اینکه اول بگم که چند گروگان امروز آزاد خواهند شد زد و نقیزه، در حالی که رسانه های عربی پیشتر اعلام کرده بودند که امروز 14 گروگان اسرائیلی آزاد خواهند شد، رسانه های اسرائیلی فقط آزاد شدن 13 گروگان رو دارن تایید میکنن و حالا باید به نظر میاد که 3-4 ساعتی حداقل صبر کرد و دید که نهایتاً چند گروگان امروز آزاد خواهند شد، به ویژه اینکه تعداد از اون طرف تعداد فلسطینیانی هم زندانیان فلسطینی هم که آزاد خواهند شد دقیقاً به همین موضوع بستگی داره. به ازای هر یک گروگان 3 زندانی فلسطینی آزاد خواهند شد. از طرف دیگه ساعتی پیش در واقع بار دیگر چندین تانکر سوخت وارد نوار غزه شدند از مرز مصر. ارتش اسرائیل میگه که امروز تا الان دست کم 4 تانکر گازوئیل وارد نوار غزه شدند و 4 تانکر هم که حامل گاز برای پخت و پز بوده امروز وارد نوار غزه شدن. اما امروز برخلاف دیروز حداقل تا الان دست کم هیچ گزارشی منتشر نشده از درگیری درون نوار غزه. باید گفت که دیروز وقتی که آتش بس اعلام شد، علارغم هشدارهای مقامات اسرائیلی به ساکنان نوار غزه که همچنان شمال این باری که منطقه جنگی هست و نباید سعی کنند که به اون برگردن، شماری از اونها تلاش کردن، از ساکنان غزه تلاش کردن که به شمال برگردن که یک درگیری هم با نیروهای اسرائیلی رخ داد و بر اساس گزارش‌های فلسطینی 2 نفر هم در اون کشته شدن. از توضیحاتت ممنونم همکارم اشکان صفایی، از همینجا در اورشلیم ما رو همراهی می‌کرد.